سرخط خبرها. افزایش قربانیان ویروس جدید کرونا به 170 نفر. ایران هم به حالت آماده باش درآمد. تأکید آمریکا و بریتانیا بر لزوم تغییر رفتار حکومت ایران. پومپئو میگوید سیاست درست تحریم اقتصادی شدید است. افغانستان ناامن‌ترین کشور برای کودکان. سال 2019 دست کم 2400 کودک قربانی جنگ شدند. و نگرانی پژوهشگران از عواقب فاجعه بار ذوب شدن یخ‌های قطب جنوب. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. با شیوع ویروس جدید کرونا کشورهای بیشتری دست به کار مقابله شدند. پروازهای چند شرکت هواپیمایی خارجی به چین لغو شده. روسیه هم مرزهایش را به روی چین بسته و صدور ویزا برای چینی ها را متوقف کرده. این ویروس که باعث بیماری حاد تنفسی می شود تا به حال جان 170 نفر را گرفته و هزاران نفر را مبتلا کرده. هنوز موردی در ایران گزارش نشده، اما مقام های بهداشت و درمان می گویند خطر نزدیک است و آنها به ویژه در مناطق مرزی در آماده باش هستند. فرین حسین گزارش میدهد. وحشت عمومی از ویروس جدید کرونا که تا کنون دست کم 170 قربانی داشته. حداقل حدود 8000 نفر هم به این ویروس آلوده شدند. ووهان شهری که مرکز این ویروس شناخته شده و شهرهای اطرافش حدود یک هفته است که قرنطینه شدند. این تصاویر امروز است از ووهان. این دانشمندان در آزمایشگاه اینوویو در سان دیگو آمریکا شب و روز در تلاشند تا واکسنی برای مقابله با نسل تازه ویروس کرونا پیدا کنند تا جان انسان‌ها را در چین و کشورهای دیگر نجات دهند. ما یه زنجیره DNA از دولت چین دریافت کردیم و شبانه روز روی اون کار کردیم و روز بعدش واکسن رو طراحی کردیم. ما فوراً واکسن رو به خط تولید فرستادیم. امیدوارم که بتونیم اوایل تابستون اون رو روی آدم‌ها آزمایش کنیم. این زمانبندی برای تولید واکسن واقعاً بی سابقه است. به طور سنتی تولید واکسن ماه‌ها طول می‌کشد. در چین هم دانشمندان در حال ساخت واکسنی برای مقابله با این ویروس هستند. گفته شده آماده سازی این واکسن 3 ماه طول خواهد کشید. هرچه ترس از ویروس مرگبار کرونا در دنیا افزایش پیدا می کند، مردم بیشتر به سمت اولین گزینه برای دفاع از خود می روند. ماسک صورت، وسیله‌ای که این روزها در بیشتر کشورها مخصوصاً در آسیا روی صورت مردم دیده می شود. در این میان تقاضا برای ماسک های صورت افزایش یافته. اینجا هنگ کنگ است و صف‌های طولانی برای خرید ماسک. این هم کارخانه تولید ماسک در تایلند. وسیله برای مبارزه با دشمن نامرئی، گرچه تضمینی نیست که ماسک مانع ابتلا به این ویروس شود. مقام های ایران میگویند تا کنون نشانه ای از ورود ویروس کرونا به این کشور مشاهده نشده. با این حال ابراهیم شکیبا معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آماده باش ایران خبر داده. ویروس کرونا در اقلیم کردستان عراق مشاهده شده و در مرز ایران بیمارستان ها و مراکز بهداشتی استان کرمانشاه آماده باش کامل وجود دارد. تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های چینی و بین‌المللی که از این ویروس متضرر شدند رو به افزایش است. گوگل به طور موقت همه دفاترش در چین را تعطیل کرده. سامسونگ شرکت الکترونیکی کره جنوبی هم تعطیلی کارخانه‌هایش در چین را تمدید کرده. تویوتا شرکت ماشین‌سازی ژاپنی هم تصمیم مشابهی گرفته. چین تمام بازی‌های فوتبال امسال را در همه سطوح متوقف کرده تا مانع انتشار ویروس کرونا شود. هیچ کس نمی‌داند این ویروس چطور کنترل خواهد شد و واکسن به موقع آماده خواهد شد یا نه. با این حال هستند کسانی که بعد از ابتلا به آن بهبود پیدا کردند، مثل این مرد که بعد از درمان در بیمارستان ووهان در راه خانه است. فرین عاصمی، بی بی سی. مشعل جمال زای دانشجوی افغان در شهر ووهان چین با ماست، جایی که این بیماری از اونجا شروع شد. آقای جمال زای، شما بهمون از وضعیت زندگی در ووهان بگیم با توجه به اینکه شهر چند روزه که قرنطینه شده. سلام به شما. شهر تمامش قرنطینه شده. زندگی نسبت به گذشته خیلی فرق کرده و زندگی حال مشکل تر شده.
و تمام شهر بسته شده و مردم هم گشت و گذار نیست. چند روزه که شما خودتون از خانه نتونستین بیرون برین؟ فرق میکنه. ما میتونیم شخصا خودم در دو هفته دو بار برآمدیم، چون در هر هفته یک بار میتونیم برآمده به خاطر غذاهای خوراکی که میخریم. چقدر نگرانی دارید وقتی که از خونه بیرون میرید که یه موقع ممکن باشه که این بیماری رو شما بگیرید؟ چه کارهایی میکنید برای اینکه بتونید مراقبت کنید از خودتون؟ ما که اول میبریم بیرون، ما ماسک میپوشیم و دستکش میپوشیم و کلاه میپوشیم. ترس اول از ویروس است، دوم ترس از هواست، چون در هوا یا دواپاشی کرده و از مواد کیمیایی هم ما ترس داریم و این همه نوادر در نظر میگیریم. بعد از اون با بیرون رفته میتونیم. وقتی که بیرون رفتید تونستید مواد غذایی، چیزهای اصلی که احتیاج دارین رو خرید بکنید؟ آیا الان چیزی هست که مثل دارو یا غذا که لازم داشته باشید رو نتونسته باشید که پیدا کنید توی شهر؟ خیلی ها غذاها پیدا نمیتونه، چون بعضی دانشگاه ها فرق میکنه، در بعضی دانشگاه ها پیدا میشه و در بعضیشان پیدا نمیشه. شخصا در دانشگاه خودم هر غذایی که لازم است و میخوام پیدا نمیتونم، چون همه دکان بسته است. چطوری غذا بهتون میرسه؟ در بعضی دانشگاه ها از طرف دانشگاه نسبت برایشان کمک میشه و بعضی دانشگاه ها مسئولین خودشان به خودشان پیدا میکنه و میرن از دکانین و از سوپرمارکت ها که اگر یکان تا باز میباشه و خود میخرن. شما درخواست کردید که احیانا به افغانستان برگردید، آیا دولت کاری در این زمینه کرده یا دوستاتون تونستن خارج بشن؟ بله، ما درخواست کردیم و دولت افغانستان و آنها هم تصمیم گرفتن و آنها هم گفتن که ما را از اینجا انتقال میدهد یا به شهر دیگر یا به افغانستان، و طالب فعلا معلوم نیست که یا به شهر دیگر یا به افغانستان، ولی انتقال میتونه از این شهر گفته شده. خیلی ممنونم ازتون، مشعل جمال زای، دانشجوی افغان از ووهان چین. ممنون شما. چند خبر کوتاه. رانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میگوید دو نفر از کسانی که در اعتراضهای آبان ماه مجروح شده بودند درگذشتند. ایران در جریان اعتراضهای سراسری در ماه آبان شاهد یکی از خونین ترین سرکوب های تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بود. منابع مختلف آمار متفاوتی از شمار کشته شدگان در جریان این اعتراضها اعلام کردند، از حدود 300 نفر تا 1500 نفر. گفته شده که هزاران نفر هم بازداشت شدند، اما حکومت ایران تا به حال آماری رسمی از کشته ها و بازداشتی ها منتشر نکرده. دیشب هم مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه حکومت ایران را به خاطر سرکوب معترضان محکوم کرد. نمایندگان این مجلس همچنین خواستار اقدام دولت آمریکا در تامین دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد شدند. آنها از رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا خواستند که در همکاری با جامعه جهانی اطمینان حاصل کنند که موضوع نقض حقوق بشر همیشه بخشی از تمامی گفتگوهای رسمی و غیر رسمی چند جانبه یا دو جانبه با حکومت ایران خواهد بود. تعدادی از نهادهای حقوق بشری ایران در نامه مشترک به شورای اروپا خواهان اعمال محدودیت علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تحریم برخی از مقامهای این نهاد شدند. امضا کنندگان در این نامه از آنچه که پخش اعترافات اجباری مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی از تلویزیون ایران خواندند ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند که از این اعترافها اغلب در دادگاهها به عنوان مدرک استفاده میشود. از آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند که از امضا کنندگان این نامه است پرسیدم که این اقدامشان چقدر موثر خواهد بود. سازمان بنیاد سیامک پورزند به همراه 12 سازمان حقوق بشری دیگه چنین نامه رو امضا کردن و به دست مقامات شورای اتحادیه اروپا رسوندن. در جواب سوال شما بعد اینو اول از همه خدمتون بگم که این چنین اقداماتی در پیشینه تاریخچه اتحادیه اروپا هست. شورای اتحادیه اروپا قبلا در واقع مدیر سابق صدا و سیما رو مثلا تحت مشمول این تحریم های حقوق بشری قرار داده بوده. بنابراین این چیزیه که ما فکر میکنیم عملی هستش براشون، قبلا انجام دادن. اگر هم انجام نداده بودن، با وجود اتفاقاتی که در ماه های گذشته در ایران افتاده و نقض گسترده حقوق بشر،
ما فکر میکنیم که باید بتونن که چنین اقدامات رو انجام بدن. ولی اصلا چه تأثیری خواهد داشت؟ چون فکر میکنید که میتونه محدودیت ایجاد کنه برای فعالیت های صدا سیما، یا اینکه افرادی رو که خواستید شما تحریم بشن معمولا کسایی هستن که خارج از ایران اموالی ندارن؟ بله، خب اول از همه این که خب خیلی مهمه که چنین پیامی به جمهوری اسلامی و به صدا و سیما و به در واقع نهادهای امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی رسونده بشه از طرف اتحادیه اروپا که دنیا داره نگاه میکنه نقض گسترده حقوق بشر و استفاده از وسایلی مثل ابزاری مثل همین اخذ اجباری اعترافات تلویزیونی. بعدش هم این که خب به هر حال تحریم های حقوق بشری میتونه زندگی و کار رو یه کمی شاید مشکل بکنه برای کسانی که در واقع مدیران و مجریان چنین نقض حقوق بشر هستن. مثلا اینکه اگر که مثلا ترددشون به اتحادیه اروپا، همه کشورهای اروپا غیرقانونی میشه، منع میشن از چنین ترددی، و اگر مال یا اموالی داشته باشن در کشورهای اروپایی دیگه نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن. در این نامه به افرادی هم اشاره شده که گزارشگر هستن در صدا و سیما. با توجه به اینکه بعضی از این افراد خودشون تکذیب کردن که در اعترافات اجباری، در گرفتن اعترافات اجباری و پخشش عذر میخوام نقش داشتن، فکر میکنید باز هم توجیه پذیر درخواست برای تحریمشون؟ تحقیقاتی که انجام شده این نشون میده که افرادی که در این نامه تقاضا شده که در واقع تحت این تحریم های حقوق بشری قرار بگیرن، افرادی هستن که فقط مثلا سمتشون مجری بودن نیستش، یعنی اینکه نقش داشتن در اخذ اعتراف اجباری جلوی دوربین، و خب وگرنه مثلا خب مجریای دیگه هم بودن که شاید اسمشون اینجا نیستش. بنابراین در یه حدی تا اونجایی که میشه این راستی آزمایی شده، اینکه کسانی که اسمشون هست کسانی هستن که نقشی داشتن در اخذ اعترافات یا مدیریت اخذ اعترافات. آزاده پورزن توضیح میداد. جلسه محاکمه دونالد ترامپ امروز با ادامه پرسش‌های سناتورها از نمایندگانی که مدیریت استیضاح رئیس جمهوری را به عهده داشتند و وکلای او ادامه پیدا می‌کند. وکلای آقای ترامپ دیروز استدلال کردند که حتی اگر او از اوکراین برای ضربه زدن به رقیب سیاسیش کمک خواسته باشد، دلیل کافی برای برکناریش نیست. سناتورهای دموکرات این دفاع را حیرت‌آور خوانده و به شدت به آن اعتراض کردند. خبرنگار ما بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، این دفاعی که وکلای آقای ترامپ کردن خیلی سر صدا کرده. به چند دلیل، یکی این که در این مدت ما دیدیم که دفاعی که کاخ سفید، وکلای کاخ سفید و نمایندگان و سناتورهای جمهوری خواه کردن دوچار یه سری تحول شده. در آغاز میگفتن که اساساً این اتهاماتی که دموکرات‌ها دارن میزنن که آقای ترامپ به اوکراین فشار آورده و کمک نظامی رو متوقف کرده به اونها برای اینکه اونها رو وادار کنه علیه آقای بایدن به او یه سری تحقیقات برای او انجام بدن، این رو گفتن این درست نیست، واقعیت نداره، اتفاق نیفتاده. بعدن گفتن که اگر هم فشار آورده اینجا برای منافع سیاست آمریکا بوده، ربطی به دفاع، ربطی به ضربه زدن به رقیبش نداشته. و حالا همه اونها رو کنار گذاشتن، در رسیدن حرفایی که دیروز زدن این بود که حالا فرضم کنیم که این اتفاق افتاده، فرضم کنیم که حرفای آقای بولتون درسته، فرضم کنیم که آقای ترامپ واقعا یه همچین فشاری به اوکراین برده برای ضربه زدن به رقیبش، چون در چارچوب منافع آمریکا میبینه که خودش در قدرت بمانه، در نتیجه این را هم نمیشه به عنوان یک حرکتی که در واقع دلیل برکناری میشه برشمرد. و به همین دلیل این کل این پروسه استیضاح و تلاش برای برکناری آقای ترامپ غیر قابل قبوله. این حرف یکی از وکلای آقای ترامپ در جلسه دیروز سنا خیلی سر صدا کرد و دموکرات‌ها در مقابل استدلال کردن که خب یعنی شما عملاً دارید میگید رئیس جمهور هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و به هیچ عنوان نمیشه استیضاحش کرد، و اساساً قانون استیضاح و این وجود این در قانون اساسی رو زیر سوال و بی‌معنی می‌کنه، زیر سوال می‌بره و بی‌معنی می‌کنه. به همین جهت جلسه دیروز خیلی جلسه پرسرصدایی بود به خاطر این استدلالی که طرفین طرف به اصطلاح وکلای آقای ترامپ کردن، وکلای کاخ سفید کردن در جلسه سنا.
به جان بولتون اشاره کردی که در کتاب در دست انتشارش صحبتهایی کرده درباره آقای ترامپ که باعث شده دموکرات ها بخوان که آقای بولتون در سنا شهادت بده. این تلاش های دموکرات ها به کجا رسید؟ به نظر نمیاد که تونسته باشن به اندازه کافی جمهوری خواه، سناتورهای جمهوری خواه رو راضی کنن که بیان بپیوندن به این تلاش اونها برای به آوردن آقای بولتون به جلسه برای شهادت. خود آقای بولتون عملا این نشانه رو فرستاده که آماده است بیاد صحبت کنه، ولی باید در مجلس سنا تصویب بشه و به 51 رأی نیاز داره. 47 دموکرات هستند، 4 جمهوری خواه باید بهشون بپیوندن که به عدد 51 برسن، و تا حالا حد اکثر 2 یا 3 بسته به اینکه چجوری از حرفاشون برداشت بکنیم شاید اعلام آمادگی کردن که شاید حاضر باشن رأی مثبت بدن، ولی اون چهارمی هنوز پیدا نشده و قرار این رأی‌گیری فردا انجام بشه. در نتیجه قریب به یقین اگر در این 24 ساعت آینده اتفاق خاصی نیفته، جمهوری خواه موفق میشن که پرونده این استیضاح رو ببندن، جلوی آوردن آقای بولتون رو بگیرن و بعدم رأی به این بدن که همه اتهاماتی که مجلس نمایندگان بر اساسش آقای ترامپ رو استیضاح کرد کافی برای برکناری او نیست و این پایان ماجرا خواهد بود در 2-3 روز آینده. ممنونم از بهمن کلباسی از نیویورک با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در حالی که شماره قربانیان ویروس جدید کرونا به 170 نفر رسیده، روسیه مرزهایش را با چین بسته. آمریکا و بریتانیا بر لزوم تغییر رفتار حکومت ایران از طریق مذاکره و تحریم اقتصادی تاکید کردند. در ادامه برنامه، نگرانی پژوهشگران از عواقب فاجعه بار ذوب شدن یخ‌های قطب جنوب. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که افغانستان در سال گذشته میلادی مرگبارترین کشور برای کودکان بوده. به گفته این نهاد، تنها در 9 ماه اول این سال بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. عفو بین‌الملل در گزارشش حمله‌های طالبان و داعش را عامل مرگ اکثر غیرنظامیان افغان معرفی کرده. ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان، از کابل با ماست. آقای عظیمی، رقم خیلی بالایی میزان کشته‌ها و زخمی‌های کودک در افغانستان، آیا هیچ راهی نیست برای اینکه جلوی این آمار بالا رو گرفتن بگیرن؟ درود بر شما و بینندگانتان. واقعا اگر شما مقایسه کنیم این آماری که عفو بین‌الملل داده، 2400 کشته و زخمی، یک تراژدی بسیار بزرگ و یک خبر بسیار اسفناک. متاسفانه که در 9 ماه اول سال 2019 طالبا و داعش تمام تمرکز خود را روی عملات انتحاری و انفجاری گذاشته بودند و این عملات انتحاری و انفجاری باعث شد که حجم تلفات ملکی در مجموع و به طور خاص تلفات اطفال افزایش پیدا کنه. بعد از اینکه انتحار پیش روی ریاست امنیت ملی شرک صورت گرفت و مسائل صلح متوقف شد، با خوشبختانه از او زمان تا حال آمار تلفات ملکی بسیار پایین آمده و کمتر ما شاهد انفجار یا انتحار بودیم که تلفات زیاد داشته باشه. بود دیگه قضیه اما... مسئله صلح بود. اما تو همین گزارش اومده که خود کسانی که در ارتش افغانستان هستند، از مقام‌های نظامی افغانستان هم دخیل بودند در کشته شدن غیر نظامی ها. شک نیست که جنگ دو طرفیه، اما گزارش عفو بین‌الملل هم عامل اصلی طالبان و داعش گفته و دلیل حجم گسترده تلفات هم حملات انتحاری و انفجاریه. بوده دیگه قضیه مسئله صلحه. دو طرف تلاش داشتن در جریان مذاکرات که از موقف بهتر نظامی برخوردار باشن و دست بالا رو در تحرکات نظامی داشته باشن. این باعث شد که جنگ در سال 2019 نسبت به 10 سال گذشته بسیار افزایش پیدا کنه. شما اطلاع دارین که یک گزارش دیگه هم نشان میده که حجم استفاده از قوای هوایی و مهمات نسبت به تمام همین دو دهه اخیر در 9 ماه سال 2019 بیشتر بوده.
این عوامل باعث شده که حجم تلفات بره بالا، به ویژه تلفات ملکی. نقطه دیگه هم که در مجموع برای تلفات ملکی قابل بحث هست این است که جنگ‌های نامنظم همیشه طرف مقابل از سفر انسانی استفاده میکنه، یعنی پوشش یا سفر انسانیه. این هم یکی از عوامل. البته هدفگیری دقیق یا اطلاعات دقیق برای اهداف هم تاثیر خود داشته. مکافات و مجازاتی هم که برای عاملین اگر عیانا تلفات ملکی اتفاق افتاده او هم تاثیر خود داشته. اما عمده مسئله شدت جنگ و عملات انتحاری و انفجاری بود. ممنونم ازتون ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان. با اعلام طرح رئیس جمهوری آمریکا برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، طرف اسرائیلی که از آن راضی است تلاش می‌کند حمایت کشورهای دیگر از آن را به دست آورد. در همین راستا نخست وزیر اسرائیل به مسکو رفته و با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرده، اما نارضایتی طرف فلسطینی تا حدی است که تهدید کرده شاید حتی توافق‌های پیشین برای حل و فصل اختلافات را هم دیگر به رسمیت نشناسد. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. واکنش‌ها به طرح دونالد ترامپ برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، طرحی که یک طرف اصلی یعنی فلسطینی‌ها هم در مذاکراتش سهیم نبودند، ان القدس ليست للبيع، هم قاطعانه آن را رد کردند. Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. آقای ترامپ میگوید طرح او که نامش را معامله قرن گذاشته هم امنیت مطلوب اسرائیل را تضمین می‌کند، هم آرزوی تشکیل کشور فلسطین را برآورده. هرچند فلسطینی‌ها معتقدند این طرح خواسته‌های اسرائیل را کاملاً تضمین می‌کند، اما برای فلسطینی‌ها حقوقی بسیار کمتر در نظر می‌گیرد، از جمله حق حاکمیتی نیم‌بند بر سرزمین‌های محصور شده با اراضی و شهرک‌های اسرائیلی. در تهران، پایتختی که اسرائیل را اصولاً به رسمیت نمی‌شناسد، مشاور امور بین‌الملل رهبر ایران طرح ترامپ را بدون ضمانت اجرایی خواند. علی اکبر ولایتی تمام طرح‌های آمریکا برای صلح در این منطقه را ناموفق می‌داند. از جمله پیمان اسلو را که دست کم تا کنون چارچوبی بود که قدم اول حل و فصل منازعه دو طرف شناخته می‌شد. حالا حتی زمزمه‌هایی از طرف فلسطینی به گوش می‌رسد که دیگر پیمان اسلو را هم باطل می‌داند. پیمانی بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین که در آن دو طرف عهد کردند بدون خشونت راه حل و فصل منازعه را پی بگیرند، و البته طرف فلسطینی هم اسرائیل را برای اولین بار به رسمیت شناخت. واکنش‌های مخالف از سوی فلسطینی‌ها و ایران دور از انتظار نبود، اما به نظر می‌رسد استقبال از طرح دونالد ترامپ در باقی جهان هم آنقدر پررنگ نبوده، هرچند مخالفت عمده با آن هم گسترده نیست. حالا نخست وزیر اسرائیل تصمیم گرفته برای جلب حمایت از این طرح شخصا تلاش کند، از جمله در سفرش به مسکو برای جلب حمایت روسیه، بازیگری که میتواند نقش قابل توجهی در پیروزی یا شکست این طرح داشته باشد. آقای رئیس جمهور، شما اولین رهبری هستید که من بعد از سفرم به واشنگتن و رونمایی از طرح ترامپ به ملاقاتش آمدم. فکر می کنم امروز برایمان فرصتی فراهم شده. می خواهم به گفتگو با شما بنشینم و نظر شما را بدانم که چگونه می توانیم تمام نیروها را در خدمت صلح و آرامش قرار دهیم. هرچه هست شاید بعید باشد وقتی یک طرف توافق تا این حد از چارچوب آن ناراضی است، اجرای آن عملی یا دست کم بدون چالش باشد. صلحی شاید دوردست برای طولانی ترین منازعه یک قرن گذشته. شبنم شعبانی، بی بی سی. روسیه یک زن اسرائیلی زندانی در این کشور را همزمان با دیدار نخست وزیر اسرائیل از مسکو آزاد کرده. این زن 9 ماه پیش به دلیل همراه داشتن مقدار کمی حشیش در فرودگاه مسکو بازداشت شد و دادگاه او را به بیش از 7 سال زندان محکوم کرد. او قرار است همراه بنیامین نتانیاهو به کشورش برگردد. بعضی از رسانه‌ها گفتند آزادی این زن اسرائیلی در برابر حل مشکل حقوقی یک کلیسای قدیمی ارتدوکس در بیت المقدس است که روسیه 10 سال بر سر مالک کیت آن با دولت اسرائیل درگیری حقوقی داشت. و یک خبر ورزشی، تنیس اوپن استرالیا به روزهای حساس خودش رسیده. Yeah.
نووک جاکوویچ قهرمان 7 دوره اوپن استرالیا 3-0، راجر فدرر اسطوره سوئیسی تنیس جهان را برد و به فینال مسابقات اوپن استرالیا رسید. جاکوویچ که مرد شماره 2 در رده‌بندی تنیس جهان است، باید در دیدار نهایی با برنده ساشا زورف از آلمان و دومینیک تیم از اتریش بازی کند. فینال روز یکشنبه برگزار می‌شود. تحمل سرمایه شدید فقط یکی از چالش‌های دانشمندانی است که در قطب جنوب کار می‌کنند. آنها نگرانند که توده‌های یخی شناور شروع روندی فاجعه‌بار باشد. در منطقه غربی قطب جنوب احتمال دارد آب دریا تا 3 متر بالا بیاید. این ممکن است باعث شود بسیاری از شهرهای جهان زیر آب بروند و میلیون‌ها نفر آواره شوند. جاستین رولت گزارش می‌دهد. قطب جنوب طوفانی ترین قاره زمین است و غرب آن از همه جای آن طوفانی تر است. این باعث می شود تحقیقات علمی در آن بسیار سخت شود. یه ساعت و نیمه که اینجاییم و این نتیجه شه. این نشون میده که کار کردن اینجا چقدر سخته. همه هواپیماها زمینگیر شدن و میگن برای 3 روز هیچ جا پرواز نمی کنن. برای آوردن دانشمندان به اینجا سالها کار کردند. کشتی ها صدها تن سوخت و مواد دیگر را به این منطقه دورافتاده آوردند و ماشین ها آنها را بیش از 1600 کیلومتر روی زمین و در بدترین شرایط آب و هوایی جابجا کردند. 6 نفر میتونن کار زیادی انجام بدن، اما ما هر روز قدم به قدم حرکت میکنیم و کسی نمیدونه کجاییم. بعد یهو با یه عالمه بار سر و کلام پیدا میشه. آمریکا با هواپیما دانشمندان و تجهیزاتشان را به اردوگاهی می‌آورد که روبروی یخچال هاست. بعد کار سخت شروع می‌شود. کندن یک عالمه برف. دانشمندان 10,000 تن برف نیاز دارند برای پر کردن ظرف آبی که به اندازه یک استخر کوچک است. چند مخزن آب را تا نزدیک نقطه جوش گرم می کنند. بعد آن را به داخل برف اسپری می کنند تا حفره‌ای به عمق 800 متر ایجاد کنند تا به آب اقیانوس برسند. این زمانی است که دانشمندان تجهیزات آزمایش را به کار می گیرند. تنها با اندازه گیری هایی که اینجا انجام می شود امیدواریم که بتوانیم تصور دقیقی از اندازه بالا آمدن آب دریا در آینده به دست آوریم. حتی اگر این کنجکاوی بعضی از موجودات اینجا را هم در پی داشته باشد. پاسخهایی که ما در 6 سال آینده میتونیم به دست بیاریم و صرفه‌جویی که با پیشبینی سطح آب دریا و ساختن آب بندها خواهد شد، ارزش سرمایه گذاری داره. تحقیقات امسال نشان داده که آب گرم دریا دارد به سرعت یخها را آب می کند و باعث افزایش سطح دریاهای جهان می شود. چالش همه ما این است که گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم و خودمان را برای رویارویی با بالا رفتن آب اقیانوس ها در دهه های آینده آماده کنیم. جاستین رولت، BBC نیوز، وست انتارکتیکا. ممنون که با BBC فارسی همراه هستید.